من به دست بیار دامنه y مساوی f x منهای 2 رو. وقتی همچین چیزی به من میده، من کاری که میکنم این عبارت رو همیشه اون تغییراتی که روی x هست رو معکوس باید انجام بدیم و کلا همیشه راه حلمون این باشه این عبارت رو مساوی t بذاریم، بگیم x منهای 2 مساوی t. x های جدیدم چی میشن؟ t به علاوه 2. پس x های جدیدم کلا باید از دو طرف به علاوه 2 بشه، یعنی دامنه تابع جدید من میشه 0 تا 6. حالا این رو روی شکل هم بریم. به من یک تابع میده، اینجا رو 4 تعیین میکنه و 0، اینجا رو نقطه 4، اینجا رو نقطه منهای 2. بعد به من میگه اگر که y مساوی f 2x به علاوه 3 باشه، بگو دامنه این تابع الان چیه؟ df چقدره؟ تابع اصلیم که الان من اینجوری دارم میکشمش، دامنش چقدره؟ نه. ببین، برای تعیین دامنه نگاه میکنم روی محور افقی. دامنه یعنی محدوده x، برد یعنی محدوده y. دامنه یعنی محدوده x، برد یعنی محدوده y. نگاه میکنم، وقتی نموداری خیلی ساده است، نگاه میکنم x هم از چند شروع میشن، از این ور به این ور نگاه میکنم، رو محور از چند تا چنده، از منهای 2 اومدن تا 4. اگه این وسط مثلا این نقطه رو تو خالی کرد، یعنی تو 3 x هم تعریف نشدن، پس مثلا منهای 2 تا 4 به جز 3، یا میگم بسته منهای 2 تا 3 باز اجتماع 3 باز تا 4 بسته. خب پس دامنه تابع اولیه از منهای 2 بسته تا 4 بسته. حالا تابع جدیدم قرار شد این رو تی بذارم و بعد عملیات رو انجام بدم ببینم دامنه تابع جدیدم چی میشه. میام میگم که 2x به علاوه 3 هست t. 3 بره اون ور میشه t منهای 3 2x هست. x هم میشه t منهای 3 دوم. همین کارها رو روی این اعداد انجام میدم. یعنی میگم منهای 2 منهای 3 تقسیم بر 2 میشه محدوده جدیدم، و 4 منهای 3 تقسیم بر 2 محدوده انتهاییم، یعنی منهای 5 دوم و 1 دوم. این در رابطه با دامنه. اگه ازم برد خواست، برد این الان از چند تا چنده؟ برد یعنی برو رو محور، رو محور وای ها، ببین تابع تو مقادیرش از چند شروع میشه؟ از این نقطه شروع میشه دیگه. الان نگاه کنیم، از این نقطه است، یعنی از نقطه صفره. مقدار وای من از صفر شروع میشه تا 4. پس برد رو که با آر نشون میدیم، میگیم از صفر تا 4. و همیشه نوشتن اینا اینجوریه که ما باید اول عدد پایین تر رو بنویسیم، نمیتونیم بگیم 4 تا 0. همیشه این محور مختصات رفتار میکنیم، از چپ به راست. خب کاری که میکنیم الان میگه بردش چقدره؟ این تغییرات فقط رو دامنه است، پس برد همون باقی میمونه. در چه صورت برد تغییر میکنه؟ مثلا به من بگه وای مساویه 2 تا f 3x منهای 1 به علاوه 3. در این صورت چه اتفاقی میافته؟ من میرم تغییرات رو روی x که انجام دادم، بعد میام میگم که هر چقدر این مقداره شد، هر چقدر مقدار وایش بود، باید دو برابر بشه و به علاوه 3 بشه. الان مقدار وای من یعنی این صفره دو برابر بشه که میشه 0، به علاوه 3 بشه. پس برد جدید این چی میشه؟ قراره که این دو برابر بشه، یعنی بشن
صفر ضرب در دو که میشه صفر، و به علاوه سه بشه، پس سه میشه شروعم، دوباره دو ضرب در چهار بشه هشت، بعد به علاوه سه بشه، پس برد جدید من میشه 3 و 11. این رو برای مختصات ها هم داریم، مثلا اصلا رو محور بهم نشون نده، یا همین رو بهم بگه حالا شکلش رو بکش. ما چند تا مختصاتی که اصلا خودش با دایره نشون داده واسه خودمون تو جدول می نویسیم، یعنی میگیم این تابع این شکلی مختصاتش، این ایکسش از همون چپ بریم، وقتی ایکس هم منهای دوه، وای هم چنده؟ صفره. وقتی ایکس هم صفره وای هم چنده؟ ایکس هم دوه وای هم چنده؟ و ایکس هم چهاره وای هم چنده؟ صفر. خب این مختصات ها رو از رومون نقطه ها نوشتیم. حالا بریم ادامه بگیم میخواییم این شکل تابه رو رسم کنیم. باشه، همین شکل رو رسم میکنیم. 3x منهای 1 یعنی برو روی x ها تأثیر بذار. ما هم میریم روی x ها تأثیر بذاریم. اول میریم 3x منهای 1 رو مساوی t میذاریم، منهای 1 رو میبرم پیشش، 3x میشه t به علاوه 1، x هم میشه t به علاوه 1 سوم، یعنی تمام x ها رو این کار رو روش انجام بده. پس منهای 2 الان جدیدن نقطش چی میشه توی طبق این تغییر؟ منهای 2 به علاوه 1 تقسیم بر 3 میشه چی؟ منفی 1/3. صفر چی میشه؟ 1/3. 2 چی میشه؟ 1. 4. 5/3. خب x های جدیدم الان ایناست. حالا y ها چه اتفاق قراره براشون بیفته؟ دو برابر بشن اول، چون با این x هایی که اتفاق افتاد دو برابر بشن، بعد به علاوه 3 بشن. دو برابر 0. 0 به علاوه 3 3. 2 برابر 4 به علاوه 3 11. 2 برابر 4 8 به علاوه 3 11. 2 برابر 0 به علاوه 3. کافیه این نقاط رو روی محور مختصات نشون بدم تا به انتقال یافته‌ای که با این انتقال اتفاق میافته رو میتونم متوجه بشم چه شکلی هستش.